سلام، پنجشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری زنده از تلویزیون فارسی بی بی سی. برنامه ویژه است. رئیس سازمان هواپیمایی ایران از همه کشورهای ذی‌نفع خواسته تا نمایندگانشون رو برای بررسی حادثه هواپیمای اوکراین در نزدیکی تهران معرفی کنند. هواپیمای مسافر بری بوئینگ 737-800 متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین دیروز کمی بعد از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. اکثر اونها ایرانی هستند، 10 نفر افغان و بقیه کانادایی، سوئدی و اوکراینی بودند که خیلی هاشون دو تابعیتی بودند. علی عابدزاده گفته هواپیما تا ارتفاع 8000 پایی صعود کرده و بعد ناگهان اطلاعات هواپیما از صفحه رادار محو شده و هواپیما سقوط کرده. او گفته که هیچ پیام رادیویی از خلبان در مورد شرایط غیر معمول دریافت نشده. آقای عابدزاده گفته هواپیما ابتدا به سمت غرب در حال خروج از محدوده فرودگاه بوده و بعد از بروز مشکل به سمت راست گردش کرده و در خط مسیر سقوط مقداری از مسیر رو به سمت فرودگاه بازگشته بوده. وزیر امور خارجه کانادا صبح امروز با همتای ایرانیش درباره حادثه تلفنی گفتگو کرده. همکارم کاوه مشکات خبرهای مربوط به هواپیما رو دنبال کرده، اینجا در استودیو هست. کاوه، خبرهای بیشتر چی داریم و واکنش‌ها، تازه‌ترین واکنش‌ها به این خبر چه بوده از طرف مقام‌ها؟ در واقع گزارشی که سازمان هواپیمایی کشوری منتشر کرده و یه بخشش هم در واقع تو بهش اشاره کردی، در واقع واکنش رسمی سازمان هواپیمایی کشوری و دولت ایران به سقوط هواپیما بوده. مسئله‌ای که حالا نکات جالبی که میتونیم تو این گزارش ببینیم اون تعداد مسافران بوده که اشاره شده 167 مسافر و 176 و 9 خدمه پروازی، حالا وقتی با هم جمع کنیم به اون عدد میرسیم که 146 نفرش در واقع گفته که داره گذرنامه ایرانی بودند، 10 نفر داره گذرنامه افغانستانی، 5 نفر از کانادا و 4 نفر سوئدی و 2 نفر دیگه گذرنامه اوکراینی و هر 9 نفر هم خدمه پرواز در واقع گذرنامه اوکراینی داشتن. اون بر اساس اون چیزی که آقای عابدزاده گفته که هیئت اوکراینی، هیئت تحقیق اوکراینی در واقع وارد ایران شدن و همچنین دعوت کرده از سایر کشورهایی که ذی‌نفع هستن مثل کانادا و سوئد که بیان و در بحث تحقیق مشارکت بکنن با ایران. ما قبلا در خبرها داشتیم که ایران گفته بود که جعبه سیاه هواپیما رو به شرکت بوئینگ که شرکت سازنده هواپیما هست تحویل نمیده، ولی شرکت آمریکایی. بله، شرکت آمریکایی هست. ولی امروز آقای عابدزاده گفته که ما این اطلاعات رو حاضر هستیم با کشور آمریکا و خب کشور با شرکت بوئینگ در واقع به اونها بدیم و اونها هم در بحث تحقیق مشارکت داشته باشن. مسئله دیگه که در واقع اشاره شده تو این گزارش این هستش که زمانی که هواپیما بلند میشه از باند فرودگاه امام و بر اساس اون چیزی که در این گزارش گفته میشه شاهدان عینی گفته شده که هواپیما ابتدا در اون مشاهده شده که انفجار صورت نگرفته و همونجور که آتش سوزی بوده و همونجور که هواپیما به سمت پایین می اومده این آتش افزایش پیدا کرده و در نتیجه با زمین برخورد کرده. در بخش دیگه از گزارش به این نکته اشاره شده که هواپیما از باند فرودگاه و به سمت غرب از محدوده فرودگاه در حال حرکت بوده و بعد از اینکه یک مشکل فنی پیدا میکنه به سمت راست حرکت میکنه و قصد داشته که برگرده به فرودگاه امام ولی متاسفانه نمیتونه و در نهایت سقوط میکنه. جعبه سیاه به قول آقای عابدزاده و به قول در واقع در اون چیزی که در گزارش سازمان هواپیمایی به اون اشاره شده، جعبه سیاه مقداری آسیب دیده ولی گفته شده که
قسمت حافظه در هر دو دستگاه در واقع قابل این هستش که اطلاعات از اون استخراج بشه و در واقع بتونن بررسی بکنن که چه اتفاقی افتاده. دولت ایران امروز در واقع پنجشنبه را اعضای عمومی اعلام کرده، کانادا هم به همین شکل امروز رو اعضای عمومی اعلام کرده و رئیس جمهوری اوکراین هم در واقع در پیامی گفته که امروز در این کشور اعضای عمومی هست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در واقع می‌دونیم که درباره سقوط هواپیما صحبت کرده و خواستار تحقیق شده که مشخص بشه که در واقع چه علتی داشته و قرار هستش که حالا همونجور که آقای عابدزاده گفته هیئت کانادایی هم ازش دعوت بشه و به ایران بره و ببینن که در واقع چه اتفاقاتی افتاده. ممنونم ازت کاوه، با ما بمون. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم دیشب مفصل به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراین در ایران پرداخت کرد. آقای ترودو گفت که برای تحقیقات در این زمینه کانادا با شرکای خودش در تماس نزدیک است. بخشی از صحبت‌های آقای ترودو رو با هم می‌شنویم. این روز غم‌انگیز بعد از رویدادهای بسیار نگران کننده در عراق فرا رسیده. کانادا محکوم میکنه حمله های موشکی ایران که دیشب انجام شد. من خرسند هستم، همونطور که همه کانادایی ها خرسند هستند که همه پرسنل مستقر در کانادا، مستقر کانادا در عراق امن هستند و سالم هستند. من تایید میکنم که پرسنل کانادایی در پایگاه اربیل بودند در زمان این حمله، ولی باید بگم که همه اونها الان سالم هستند. کانادا همواره آگاه بوده نسبت به تهدیدی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوجه امنیت منطقه کرده. این چیزی است که ما مدت‌ها از اون مطلع بودیم. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند بر اساس ارزیابی اونها از تهدید متوجه اونها. ما همچنان ادامه خواهیم داد به کار برای اینکه با داعش مقابله کنیم و نهادهایی، سازمانهایی مثل داعش که عراق رو بی‌ثبات می‌کنند باشون مقابله کنیم و خواستار کاهش تنش‌ها هستیم. آیا میتونید به صورت صریح بگید که هواپیما رو با موشک ساقط نکردن؟ نمیتونم به صورت صریح در این باره اظهار نظر کنم. هنوز زوده برای چنین نتیجه گیری هایی. من باز تشویق میکنم همه رو که گمان زنی نکنن. این یک سانحه بسیار بسیار وحشتناک و دردناک هست. باید الان فکرمون متوجه خانواده های سوگوار باشه و در روزها هفته های آینده به دنبال پاسخ به سوال هایی که اونها دارند و همه ما داریم خواهیم بود. چقدر نگران هستید که ما این بحث که ما رابطه مستقیم دیپلماتیک با ایران نداریم چقدر میتونه مانع بزرگی باشه برای اینکه کانادا مشارکت کنه در تحقیقات در ایران و اطلاعات دست اول به دست بیاره به جای اینکه اطلاعات غیر مستقیم از متحدانش به دست بیاره؟ من یقین دارم که ما بخشی از این تحقیق خواهیم بود. این چیزی است که ما خیلی جدی میگیریم و این چیزی است که کانادا یکی از معدود کشورهای انگشت شماری است که تخصص بالایی در این زمینه در زمین سانحه ها داره. بنابراین ما منتظریم و مشتاقیم که نقش خودمون رو ایفا کنیم در این تحقیق، هم از طریق متحدانمون و هم مستقیم، و میخوایم اطمینان حاصل کنیم که یک عضو مهم این تحقیقات خواهیم بود. همکارم فرن تغیزاده از بخش شبکه‌های اجتماعی تلویزیون فارسی بی بی سی اینجا در استودیو است. فرن، داستان‌های تکان دهنده منتشر شده از مسافران که یک سری تو ایران ازدواج کرده بودن داشتن برمیگشتن و اینها، یه خود بیشتر از این داستان‌های مردمی برمون بگو. اتفاقی که در مورد هواپیمای مسافربری اوکراین افتاد دیروز که مشخصا بیشتر کسانی هم که داشتن باهاش سفر میکردن ایرانی ها بودن، بسیار غم انگیز بود. داستانش در شبکه‌های اجتماعی بسیار مخاطبان یا حتی کاربران تونستن باهاش ارتباط برقرار کنن از نظر احساسی در همین شبکه‌های اجتماعی، به خاطر اینکه به نوعی بسیاری از اونها اهل خود همین شبکه‌های اجتماعی بودن. بسیاری از اونها اکانت توییتر داشتن یا در اینستاگرام بودن. دوست‌های بسیاری از اینها
چه در کانادا چه در ایران باهاشون مراودات در فضای مجازی داشتن، عکس‌های بسیاری از اونها در اختیار داشتن. بعدش که کم کم اسامی منتشر شد، کم کم خانواده و دوستانشون متوجه شدن که چه حادثه فاجعه باری به نمیتونم بگم که براشون اتفاق افتاده، شروع کردن عکس‌های اینا رو به اشتراک گذاشتن و یک خاطره ازشون در فضای مجازی نوشتن که خود همین البته یک کمی انتقاد برانگیز شد از طرف بقیه کاربران. گفتن که به هر حال ما باید حریم خصوصی افراد رو رعایت کنیم، هرچند که مرگ اونها باعث نمیشه که این فضا بخواد خدشه‌دار بشه، ما بخوایم فراموشش کنیم. به هر حال اگر خانواده مایل نیستش که عکس‌های اونها منتشر بشه، باید به این قضیه احترام بذارین. حالا اینکه اونها یک اکانت توییتر دارن یا فیسبوک دارن یا اینستاگرام دارن، اگر پابلیک هست اینو به اشتراک دوباره نذاریم. اتفاقی که افتاد از دیشب، صحبت‌های نخست وزیر کانادا رو الان با هم دیگه شنیدیم. پارلمان کانادا پرچم خودش رو به احترام ایرانی‌ها نیمه افراشته کرده. همین خیلی واکنش مثبت داشته برای کانادا، خیلی مقایسه شده با رفتاری که مقامات ایران سر این قضیه کردن. امروز عزای عمومی اعلام شده در ایران به خاطر اون افرادی که در خبری که اینطور منتشر شد در تشییع با شکوه سردار سلیمانی عده‌ای در ایران کشته شدن در کرمان، در سر حادثه بله زیر دست و پا موندن و این حرفا. و اتفاقی که حادثه‌ای که برای هواپیما اتفاق افتاده امروز عزای عمومی اعلام شده، ولی به خاطر نوع واکنشی که سیاستمداران و مقامات ایران نشون دادن و اون چیزی که در کانادا منتشر شد و مقامات نشون دادن، این دوتا خیلی دارن با هم دیگه مقایسه میشن. عملا دارن میگن که انگار که یک هواپیمای کانادایی سقوط کرده و کاملا افراد، حالا تابعیت دوگانه‌شون رو بذاریم کنار، کاملا افراد کانادایی بودن و اینطور دارن احترام میذارن به حق شهروندانی که اونجا حالا چه دانشجو بودن چه واقعا شهروندی کانادا رو داشتن. در مورد این صحبت میکنن که خبرگزاری ها و تلویزیون های دو کشور چجور دارن واکنش نشون میدن. مشخصا گزارشی که دیشب شبکه سی بی سی کانادا پخش کرده، یک گزارش مفصلی رفته با بسیاری از خانواده ها و دوستای کشته شده ها در حادثه هوایی صحبت کرده و این پرواز 752 رو یک تراژدی کانادایی عنوان کرده و اون چیزی که در صدا سیما منتشر شده رو مقایسه دارن میکنن. کاربرا میگن که رهبر ایران واکنش نشون نداد، بعد اولین باری که اون سخنرانی کرد این اتفاق افتاده بود، هیچ اشاره‌ای نکرد، هیچ تسلیتی نگفت، نخست وزیر کانادا این کارو کرد. و دیگه چه انتظاری ما میتونیم از شبکه مثلا ملی در ایران داشته باشیم؟ اون چیزی که برخی مینامنش از صدا سیما بخوایم توقع اضافه تری داشته باشیم. در مورد اینکه مثلا رسانه‌های ایران، رسانه‌های روزنامه‌ها هم حتی چطور دارن واکنش میدن، نشون دارن صحبت می‌کنن، مشخصا به وطن امروز دارن اشاره می‌کنن که تیترش مثلا هست یک سیلی حیدری، از طرف دیگه یک کوچیک اون کنار گذاشته در مورد حادثه هوایی نوشته که 6 دقیقه تا خدا. اینکه چرا این هواپیما سقوط کرد باز هنوز دارن صحبت می‌کنن در موردش و شک و تردیدها رو دارن به نوعی دنبال می‌کنن، یا حتی خبرها رو دارن دنبال می‌کنن تا به یک نتیجه برسن. در مورد اینکه تندروها در ایران دارن چه واکنشی نشون میدن، اون باز دارن میگن که آقا تندروها حواسشون همه به بحث انتقام سخت هستش، چه در داخل ایران چه در داخل خارج ایران، فضا رو دارن از این قضیه گمراه میکنن و اصلا مسئله‌ای براشون وجود نداره که این هواپیما افتاده، فقط درگیریشون فقط مسئله انتقام هستش. بحث مهاجرت دوباره اینجا مطرح شده که اگر ایران شرایط رو برای افرادی که حالا نخبه هستن، افرادی که دانشگاهی هستن، افرادی که میتونن به یک کاری در ایران انجام بدن فراهم کنه و شرایط به این حد نرسیده بود، انقدر ما آمار مهاجران بالا نداشتیم و این حادثه ممکن بود اصلا اتفاق نیفته. بحث تحریم ها دوباره به میون میاد که آقا چرا هواپیمایی های مثل اوکراین وارد فضای هوایی ایران شدن، و باز هم مسئله شهروندان هست و احترام به شهروندان که داره مقایسه میشه کاملا در ایران و کانادا با هم دیگه. ممنونم ازت فرن تغیزاده، همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو با ما مرور میکرد. اما از استانبول ترکیه الان در ارتباط مستقیم هستیم با همکارم خشایار جنیدی که به اونجا سفر کرده. خشایار، در استانبول واکنش ها چه بوده به خبر کشته شدن تعداد گسترده ای از مسافران و خدمه هواپیمای اوکراینی که در تهران سقوط کرده؟ در درجه اول بگم که دو هواپیمایی عمده، شرکت هواپیمایی عمده در ترکیه پروازهاشون به فرودگاه‌های ایران رو به طور موقت
متوقف کردند. هواپیمایی ترکیه اونطور که خبرگزاری آناتولی ترکیه میگه این پروازها رو قرار هست که از 9 شب امشب به وقت محلی 10:30 شب میشه در تهران بررسی کنه که آیا این تعلیق رو به پایان خواهد رسوند یا نه. فعلا پروازی انجام نمیشه تا عصر. خبرگزاری البته این تعلیق پرواز فقط شامل ایران نیست، شامل عراق هم میشه. هواپیمایی دیگری که تصمیم مشابه گرفته هواپیمایی پگاسوس هست. هواپیمایی هست که پروازهای ارزان قیمتتری داره نسبت به هواپیمایی ترکیه. اون هم اعلام کرده تا اطلاع ثانوی به فرودگاه‌های ایران و عراق پرواز نخواهد داشت. علاوه بر این هر دو شرکت اعلام کردن که از حریم هوایی ایران و عراق هم برای پروازهاشون به مقصد کشورهای دیگر، حالا تا زمانی که نتیجه‌گیری نکنند که شرایط امن هست، استفاده نخواهند کرد. این اقدام مشابهی است که شرکت‌های هواپیمایی دیگر هم خیلی‌هاشون چنین تصمیمی رو اتخاذ کردن. بیشتر حالت پیشگیرانه داره تا نگرانی از رخدادی که بخواد اتفاق بیفته، بیشتر واکنش هست با آنچه که برای هواپیمای اوکراینی رخ داد و ناآرامی و تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داشت در منطقه. هواپیمایی‌های دیگر مانند هواپیمایی امارات و هواپیمایی قطر هم تغییراتی دادن در مسیر پروازی خودشون به مقصد کشورهای دیگر. البته امارات اعلام کرده که پرواز دبی بغداد رو متوقف کرده به طور موقت، اما هواپیمای قطر چنین تصمیمی در مورد عراق حداقل نگرفته. اما از حریم هوایی ایران و عراق گفتند که برای مسیرهای دیگرشون استفاده نمی کنند. مشابه این تصمیم رو لوفتانزای آلمان، هواپیمای فرانسه و هواپیمای هلند هم گرفته بودند. اما اون چیزی که گفته میشه اینجا در رسانه ها، سقوط هواپیمای اوکراینی هم در روزنامه های ترکیه من دیدم، هم در شبکه های خبری این کشور واکنش زیادی داشته. البته روزنامه های امروز که نگاه میکنی تمرکز اصلیشون علاوه بر افتتاح خط لوله انتقال گاز ترک استریم از روسیه به ترکیه، بحث تنش های ایران و آمریکا بوده و یک نفس راحتی کشیدن روزنامه ها از اینکه تنش سطحش اومده پایین و اینکه واکنش آقای ترامپ رو ازش استقبال کردن که نشان دهنده کاهش تنش است. به میزان کمتری توجه شده در روزنامه‌های ترکیه به سانحه. البته این سانحه رو پوشش دادند و هم به رقم بالای تلفات اشاره کردند، هم دیدم که در روزنامه یعنی شفق اشاره کرده بودند به سرگذشت بعضی از مسافران این پرواز که بودند و چه رتبه‌های علمی داشتند و این به این نکته هم اشاره کرده بودند که بیشتر با توجه به مسائلی بود که در شبکه‌های اجتماعی فارس زمان منتشر شده بود. نکته دیگر هم این که به چگونگی این حادثه پرداخته شده و اینکه دلیلش چه بوده. از سوی دیگر گفته‌های رئیس جمهوری اوکراین و مقام‌های اوکراینی شورای امنیت این کشور در مورد ابعاد دیگری که در مورد این حادثه زن دارن بهش و می‌خوام بهش بپردازن هم اشاره شده و در مورد اون هم بحث میشه. ممنونم ازت خشایار جنیدی، همکارم در استانبول ترکیه با ما همراه بود. اما همونطور که خشایار اشاره کرد، مسئله تنش بین تهران و واشنگتن که در ترکیه هم مطرح شده، کماکان مسئله است که شبکه‌های مختلف هم بهش می‌پردازند. شبکه تلویزیون CNN آمریکا گفته که ایران بعد از حمله موشکی به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق به آمریکا اطمینان داد که حمله تلافی جویانه برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی تمام شده. بر اساس این گزارش، طی روزهای گذشته دولت ایران از طریق دست کم 3 مجرای پشت پرده به آمریکا پیام داده. در خبری دیگر، آمریکا در نامه‌ای به سازمان ملل متحد کشتن فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران رو به عنوان حق دفاع از خودش توجیه کرده. ایران هم در نامه‌ای به سازمان ملل گفته که حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در عراق بر اساس حق دفاع مشروع بوده. این حملات به گفته رئیس جمهوری آمریکا تلفاتی نداشته. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، اگر میشه اول از واکنش‌های تازه به حملات اخیر بگو و البته سخنرانی دونالد ترامپ دیروز. حرفی که ایران زده در هم نامش به سازمان ملل و در مقابل آمریکا هم
اینجا در نیویورک در مقر سازمان ملل دقیقا همون رو تکرار کرده که ما هم اون چی که انجام دادیم در واقع در دفاع از خودمون بوده. با واکنش سفیر ایران هم روبرو شده بعد از اینکه نامه سفیر به آمریکا نوشته شد، چون در اون نامه خانم کرافت هرز این حرف زده بود که در ضمن آماده ایم که گفتگو انجام بشه و مشکلات حل بشه. سفیر ایران گفته بود که به این حرف گفتگو با توجه به برخوردی که آمریکا کرده و افزایش تنشی که وجود داشته و کشتن یک فرمانده ایرانی خیلی جدی گرفته نخواهد شد در این مقطع، درنچه دو سفیر هر دو دارن سعی میکنن هم مبانی حقوقی اون چی که انجام دادن رو به سازمان ملل بگن و سعی کنن تاکید کنن که آنچه که اونها کردن در چارچوب موازین و منشور سازمان ملل بوده، ولی در ضمن هم از همین طریق مواضع سیاسی دو طرف رو برش تاکید کنن. حرفای آقای ترامپ هم همچنان واکنشی که وجود داشته در طول روز و عصر این بود که نهایتا این یک قدم فاصله گرفتن از خطر جنگ بود و کم و بیش هر دو طرف یک نفس راحتی کشتن، هم جمهوری خواهان هم که به هر حال حتی غیر از با استثنای اون چند تایی که منتقل بودن نامه آقای ترامپ باید واکنششون بده، و دموکرات هم که از اول به اصطلاح تاکید میکردن که نباید وضع از اینی که هست بدتر بشه. ولی بعد از جلسه ای که وزرای خارجه، وزیر دفاع خارجه و همچنین رئیس سازمان CIA با سناتورها داشتن پشت درهای بسته برای اینکه اونها رو در جریان اون اطلاعاتی بذارن، اطلاعات سری بذارن که بر اساسش نشون میده که آمریکا واقعا باید قاسم سلیمانی رو در این مقطع میکشته، چون اگر نمیکشته او دست به سری عملیات علیه نیروهای آمریکایی میذاره. این اطلاعات رو پشت درهای بسته در اختیار سناتورها گذاشتن، ولی بعد از جلسه که 75 دقیقه بودن طول کشید عصر دیروز سناتورها اومدن و واکنششون در مجموع بسیار منفی بود. سناتورهای دموکرات که گفتن به هیچ عنوان اطلاعاتی که اینجا مطرح شد به ما رو قانع نکرد که واقعا دولت آمریکا اینجا با یک خطر فوری در روبرو بوده از سوی قاسم سلیمانی و این حرکت همچنان برای ما توجیه نداره، این کاری که کردن در کشتن آقای سلیمانی. ولی فراتر از اون چیزی که مورد توجه بود این بود که چند تا سناتور جمهوری خواه هم دقیقا همین موضوع رو گرفتن. حتی این دو سناتور جمهوری خواه از دموکرات هم ادبیاتشون بسیار تندتر بود، که فیلم یکی از این سناتورها بسیار عصبانی میگه که ما رو مثل بچه ها با اون برخورد کردن و اطلاعات کامل ندادن و بعدم به اون گفتن که نرید توی افکار عمومی در این مورد حرف بزنید چون به نفع ایران میشه، و هر دو این استدلال رو به کلی رد کردن، گفتن که ما باید هر چه زودتر این قوانین رو به بحث بذاریم که جلوی هر گونه حمله بدون داشتن مجوز از کنگره رو بگیریم، هر گونه حمله دیگری رو. در نتیجه فضای جلسه سنا به هیچ عنوان به نفع آقای دولت آقای ترامپ نبوده، به خاطر اینکه این دو ستا دست کم دو سناتور جمهوری خواه به دموکرات ها پیوستن در مخالفت با اونچه که رخ داده. بهمن، اونطور که من در خبرها میخوندم مجلس نمایندگان آمریکا هم امروز قرار دیدار بکنه برای اینکه محدود بکنن اختیارات رئیس جمهور آمریکا رو، برای اینکه بخواد احیانا حمله ای به ایران انجام بده. از این جلسه برامون بگو اطلاعات بیشتری داری، میدونیم که کیه اون جلسه که امروز در مجلس نمایندگان، طرحی که امروز در مجلس نمایندگان در واقع به رأی گذاشته میشه و تلاشی است برای همین که بگوید دولت آقای ترامپ حق ندارد یک جنگی با ایران را آغاز بکنه بازم بدون مجوز کنگره. طرحهای دیگری هم وجود داره، از جمله اون طرحی که میخوان بگن که هر گونه استفاده از منابع بودجه دولت، بودجه دفاعی برای درگیری نظامی با ایران هم ممنوعه. یعنی از دو طریق حقوقی دارن سعی میکنن دست دولت آقای ترامپ رو ببندن. این طرحها قریب به یقین در مجلس نمایندگان به تصویب میرسه، چون دموکرات ها اونجا اکثریت دارن، ولی مسئله اینه که در مجلس سنا چگونه میخواد به تصویب برسه با توجه به جمهوری خواه اونجا اکثریت دارن. اگر این دوتا جمهوری خواهی که ازشون حرف زدیم به دموکرات ها بپیوندن، بازم ترکیب میشه 49-51، در نتیجه بازم احتمال تصویبش کم هست در مجلس سنا. ولی اگر بازم جمهوری خواهان بیشتری بیان و به دموکرات ها بپیوندن، در اون حالت هم در نهایت آقای ترامپ میتونه وتو بکنه و دو سوم رای وجود نداره در هیچ یک از دو مجلس که بخواد وتوی آقای ترامپ رو بی اثر بکنه. در چه باید به این تلاش ها بیشتر
نگاه سمبولیک و نمادین داشت، ولی به هر حال بی اثر هم نیست که در هر دو مجلس این طرح‌ها به رأی گذاشته بشه و رأی بیاره، گویا که نهایتاً به قانون تبدیل نشه و لازم الاجرا نشه، ولی به هر حال این که در مجلس نمایندگان به خصوص رأی بیاره که نشون میده فضایی است که نمایندگان علاقه من نیستن که آمریکا درگیر جنگی دیگه بشه، خودمون میتونه تاثیر بذاره در فضا و اینکه دست آقای ترامپ رو از نظر سیاسی مقداری ببنده اگر نه از نظر حقوقی. به همین جهت اهمیت داره که این طرح‌ها در مجلس نمایندگان بیاد به صحن بحث بشه و در نهایت رأی بیاره. ممنونم از بهمن کلباسی، همکارم با ما بود. اما اینجا در استودیو همکار دیگرم فرین آسمی با ماست. فرین، اگر بخوایم بعد از این افزایش تنش‌ها و خبرهای اخیر برگردیم باز به فضای ایران و ایران رو نگاه بکنیم، به نظر هنوز مراسم سوگواری برای قاسم سلیمانی در جریان در بعضی شهر؟ همچنان در جریان. رسانه‌های ایران خبر دادن که مراسم ختم قاسم سلیمانی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده. تصاویری هم ازش منتشر شده که می‌بینیم اسماعیل قاهانی جانشین قاسم سلیمانی و فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در کنار آقای خامنه‌ای نشسته. حسن روحانی حضور داره در اینجا، رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هست، علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف. گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی در این مراسم شرکت دارند. از طرف دیگه در تصاویری که منتشر شده، فاتح الفیاض رئیس گروه هشت شعبی هم اونجا هست و اتفاقا صحبتی هم کرده، گفته که براش خیلی سنگینه که این اتفاق در سرزمین عراق افتاده و خون این افراد در سرزمین عراق ریخته شده به گفته او. همچنان آره، در گوش و کنار شنیده میشه مراسمی به هر حال همین دیشب هم گرفته شده برای آقای سلیمانی. اون وقت اگر بخوایم به حمله سپاه به پایگاه‌های آمریکایی نگاه بکنیم، واکنش‌ها در داخل ایران مشخصاً چی بوده؟ آیا تونسته قانع بکنه سوگواران آقای سلیمانی رو که این انتقام سختی بوده که رهبر ایران و بقیه مقام‌ها هشدار می‌دادن؟ بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ و بعد از اینکه خب به هر حال آیت الله خامنه‌ای دیروز اومد گفت این انتقام، این سیلی بزرگی بود، جواد ظریف گفت که انتقام گرفته شد و تموم شد، و بعد هم دونالد ترامپ اومد و گفت که آغوشش باز به روی کسانی که میخوان مذاکره بکنن و روابط خوبی برقرار بکنن، همچنان به نظر میرسه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی دارن صحبت از انتقام می‌کنن، همچنان دارن صحبت از سیلی می‌کنن و به نظر میرسه برای بخشی از اونها هنوز تموم نشده. مثلا علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه امروز دوباره آمریکا رو تهدید کرد، دوباره گفت آمریکا هیچ وقت نمیتونه حتی از یک پیروزی در برابر ایران نام ببره و آمریکا رو محور شرارت خوند. محور شرارت عبارتی بود که جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا استفاده کرده بود برای ایران و عراق و کره شمالی در حدود 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود. حالا آقای فدوی اومده از این عبارت استفاده کرده. به نظر میرسید دیروز یک مقدار فضا آروم‌تر شده، ولی خب همچنان ادامه داره ظاهرا بعضی واکنش‌ها. عبدالله عراقی رئیس اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح گفته که در آینده نزدیک انتقام سخت‌تری از آمریکا خواهیم گرفت. ولی به هر حال رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه اومده گفته که چون خیلی از روزنامه‌نگاران سوال کردن و همچنین رسانه‌های آمریکایی، اسرائیل و سعودی به گفته او سیلی اول انتقامی ایران رو کوچک نمایی کردن، حالا قراره که امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه بیاد و در مورد جزئیات عملیاتی که ایران داشته اون رو تشریح بکنه و بهش صحبت بکنه در مورد جزئیاتش. حالا قراره که آقای حاجی‌زاده با صدا و سیما صحبت بکنه، منتظر هستیم که ببینیم چی میگه. ولی خب به هر حال از دیروز که این حمله اتفاق افتاد، بیشتر رسانه‌ها ایران و بیشتر مقام‌های ایران این حمله رو یک حمله موفقیت‌آمیز می‌دونستان و می‌گفتن که به همه اهداف اصابت کرده، در حالی که خب در خبرها اومده بود که نه، همه موشک‌ها هم به همه هدف‌ها اصابت نکرده و خب آقای ترامپ هم اومد گفت که هیچ تلفاتی نداشته و از قبل اینها اطلاع پیدا کرده بودن و نیروها رو خارج کرده بودن. اشاره کوتاهی کردی به رسانه‌ها در ایران. اگر نگاه بکنیم به سرخط روزنامه‌های امروز صبح تهران، چه چیزی رو می‌تونیم ببینیم؟
روزنامه‌های امروز تهران خیلی بیشتر از اون چیزی که در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی مطلب بنویسن، در مورد همین واکنش ایران، حمله ایران و اون چیزی که سیلی سخت آقای خامنه ای نامیده صحبت کردن. روزنامه الان آفتاب رو می‌بینیم که خب می‌بینیم که چقدر بزرگ نوشته بود سیلی ایرانی و نقشه منطقه‌ای که بهش حمله شده بود رو هم نشون داده بود. آرمان ملی مثلا تیتر زده که شب سیاه آمریکایی‌ها، در مورد صحبت‌های آقای ظریف البته نوشته که انتقام پایان یافته، به حرفای آقای ترامپ اشاره کرده در مورد اینکه آمریکا آماده است آغوشش رو به صلح باز بکنه. روزنامه ابتکار رو که تصویرش هم قبلا دیدیم نوشته بود که اولین سیلی عکسی از موشک‌های پرتاب